خیلی خوب اسکار، من اومدم. چی میخواستی به من بگی؟ خب اتفاق دیشب رو باید فراموش کنین. بله دیشب اتفاق نیفتاد، ما فقط با هم رقصیدیم. نه 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 نه، خودتون رو نزنین به اون را. این چه حرفیه؟ یعنی واضح نبود؟ خب معلومه که واضح بود اسکار، اتفاقا همه چی واضحه. خیلی خوب، ببین تاتیانا، من باید این حرفو بهت بزنم، چون واقعا احساس میکنم یه جورایی از تو دارم میسوزم. میفهمی چی میگم؟ خب اگه بهت نمیگم. اسکار حرفی نزن که بعدن از زدنش پشیمون بشی. نه نه، من از آشنایی با تو پشیمون نیستم، از اینکه به جسیکا گفتم که چه احساسی نسبت به تو دارم و اینکه اسکار چه جوری بگم، دارم جدی میگم، من عاشق شما شدم. من دوستتون دارم به اندازه‌ای که نمیتونی تصور کنی. باور کنین، بیشتر از همه چیز و همه کس. نه من نمیفهمم تو واسه چی داری با اون آدم ازدواج میکنی. پس به هم بگو که هیچ حسی نسبت به هم نداری، بگو که منو دوست نداری. ها پس اگه داری، ما واسه چی داریم با آدمای دیگه ازدواج میکنیم؟ چرا ما داریم اشتباه میکنیم اسکار؟ ولی این دیوونگیه. آره میدونم دیوونگیه، اصلا میدونی چیه، منم دیوونه تو هم. چرا که نه، بیا اصلا از اینجا بریم، بیا بریم یه جای دیگه، با هم بریم یه جایی که از دست همه راحت باشیم، یه جای دیگه خیلی دور. کجا میخوای بریم؟ کجا؟ خب راستش بهش فکر نکردم، نمیدونم اصلا چطور بریم زیپاکویرا، یا چه میدونم بریم جوکورودو، من نمیدونم، ولی فقط بیا بریم، بیا با هم بذاریم بریم، چطوره؟ ها ها بیا اسکار، جواب تلفنو بده، جسیکاست جواب بده. نه اصلا جواب نمیدم و نمیخوامم جواب بدم، واسه این که نمیخوام با جسیکا ازدواج کنم. خب من فقط منو برسون دفتر، بقیه چیزا مهم نیست. سلام رودولفو. عزیزم قیافم خوبه؟ مثل همیشه خیلی شیک شدی. ممنون عزیزم. کجا داری میری؟ خب راستش من دارم میرم. نمیخوای جواب بدی؟ اینجا رو ببین، شمارش هم نیفتاده. فکر میکنم بابت یه کاری که باید تموم کنم از این شماره تماس گرفتم. چه قانع کننده. خیلی هم قانع کننده است سارا، چون دلیلش اینه که آدمایی که تو حرفه‌های بزرگن، آدم معروفا، سیاستمدارا، مدیرای عالی رتبه، واسه اینکه شماره‌شون لو نره از این سیستم استفاده میکنن. معشوقه هم همینطور. خب حالا جواب میدی یا نه؟ عجب سیریشی هستی. الو قربان، حال شما؟ خیلی خوب. بله عالیه، معلومه امروز باهاشون حرف میزنم، خیالتون راحت، من بعدن باهاتون حرف میزنم و بهتون میگم. پس تا بعد قربان. خوشحال شدی؟ خیلی بانمکی، من میدونم تو با یکی رابطه داری پانچو، الانم داری رمزی باهاش حرف میزنی. بگو ببینم کدوم پر رویه که این موقع بهت زنگ زده؟ واقعا که من با کسی رابطه ندارم، با کسی هم رمزی حرف نمیزنم، اینقدر عذابم نده، دست از سرم بردارا، اینقدر سیم جیمم نکن. تو با یکی رابطه داری پانچو، میدونم تو معشوقه داری، من بالاخره میفهمم کیه، اون وقت افسوس میخوری. عزیزم وای ترسوندیم. یعنی من انقدر ترسناکم یا تو زیادی خوشگلی؟ نه آخه من نمیدونستم کسی تو دفتر، وقتی هم که با هم حرف زدیم تو بهم نگفتی اینجایی. میخواستم سورپرایزت کنم، همون جوری که دوست داری واسط قهوه درست کردم، بدون کافئین با یکم شکر. چطوره بریم دفتر من؟ اونجا بهتره. رودولفو من زود اومدم واسه اینکه میخواستم قبل از اینکه برم محله اسکارینا موجودیو چک کنم و بهشون بدم. میخوای من ببرمت؟ نه تو سرت خیلی شلوغه. نه اتفاقا امروز کارم سبکه، خیالت راحت. صبح بخیر خانم، ببخشید سر زده اومدم. آقا اینام همون مدارکی که ازم خواسته بودین، میخوای یه نگاهی بهشون بدازی؟ باشه بعدن جسیکا، ممنون. اگه میخوای میتونی این مدارک رو چک کنی، بعدنم میتونیم با هم قهوه بخوریم. باشه باشه خوبه، ممنون. چی شد؟ چی بهت گفت؟ به توضیح هم داد؟ چون اسکار که به من حرفی نزد. نه هیچی، منم اصلا نمیخوام به روش بیارم. میدونی چیه؟
انگار جدا کردنشون از هم دیگه هر دفعه داره هی سخت‌تر میشه. خب در هر صورت ما نباید بذاریم بتونن از اینجور کارا با هم بکنن. حالا که باهاشون نامزد کردیم که دیگه نباید از اینجور شیطنتا کنن. بیا اینجا. باشه خوبه، پس همدیگه رو تا 2 ساعت دیگه تو محل میبینیم. خیلی خوب، خیالت راحت باشه، من قرار ملاقات دارم. صبح بخیر عزیزم. چقدر عالی که قبل از این که برم سر کار تو رو دیدم. به همین خیال باش. در ضمن این تاتا بوده تو کلمه و خوش زبونی تو یکی راحت خر نمیشه، فهمیدی؟ ببینم باز چی شده ها؟ پانچو تو داری میری کیو ببینی ها؟ با کی قرار ملاقات داری که خوشتیپ کردی؟ نه 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 باورم نمیشه، یعنی تو هم همینطور عزیزم؟ نه گفتم با کی پانچو؟ Y mi Fune fue hermoso, gracias por ese desayuno, por venirte conmigo en la buseta y por ese beso delicioso que me va a dar. A ver. Bueno, خب عزیزم روز خوبی داشته باشی. ممنون عشق من. تو هم روز خوبی داشته باشی. آها داشت یادم میرفت، من میخواستم یه کادوی کوچولو بهت بدم. فکر نکن آه. چیز بزرگی ها. البته قابل تو رو نداره. وای, وای معلومه که بهش عطرم زدی. آره بوی منو میده. راستی اینجا بازش نکن، سر کار بازش کن، در ضمن سعی کن 500 بارم بخونیش که به یاد من بیفتی. باش. وای آخه چقدر شیرینین، مواظب باشین با این کارا یه وقت شکرک نزنین. نه نه نمیتونی دهنتو بسته نگه داری، این یه لطفو در حق من بکن. وای یه دفعه چه خشن شدی هنری جونز، تعجب میکنم. نه خب این که نگرانی نداره، اگه شما دوتا با هم اینقدر خوشحالین که خب خوش به حالتون. بالاخره از قدیم گفتن خلایق هرچه لایق. از خانم تو دیگه چی میخوای؟ آی نه من چیزی نمیخوام خانم خوشگل، راستش در حال حاضر من فقط وقت فکر کردن به عروسیم با اسکار رو دارم. آره جون خودت، این دختره خیلی تابلوه. آخه تنها چیزی که میخواد پول اسکاره، مگه چیز دیگه ای هم؟ نه آخه اسکار بهش گفته که پول نداره. واقعا؟ اون وقت بازم میخوادش؟ من که انتظارشو نداشتم. منم همینطور. من که به کلی گیج شدم، یه چیزو واسه من توضیح بده. اگه اون میدونه که اسکار راست و پاسه و پولی نداره، پس واسه چی داره تایی تدارک یه عروسی آنچنان رو میبینه؟ پس این حرفایی که میزنه چیه؟ خب ما همینو نمیفهمیم دیگه. اسکار میگه جسیکا داره اینطوری امتحانش میکنه. دیگه بهتر از این نمیشه. خیلی خب عزیزم، میخوای تا دم در باهات بیام؟ دستی دست. فکر میکنم پانچو داشت با معشوقش یواشکی پای تلفن حرف میزد. دختره بهش زنگ زد. شایدم الان هر دوشون با همن و ظاهرن میاد خونه من. واسه همینم این موقع صبح بهش زنگ زد و قرار گذاشت. یعنی چی؟ پانچو چی گفت؟ خب مثل همیشه میگه این یه مسئله حساس کاریه. من که حرفشو باور نمیکنم، واسه اینکه حرفای رمزیش خیلی مشکوکه. ببین سارا نمیخوام ناراحتت کنم، ولی راستشو بخوای من شنیدم وقتی از آسانسور داشت میومد بیرون داشت با یکی حرف میزد. نه راست میگی؟ میبینی تاتا من باید با اون کارگاه حرف بزنم. آره من باید بدونم اون زنه کیه که اینجوری رو اعصابم داره راه میده. منم همینطور. واسه اینکه نباید بذاری شوهر در کمال پررویی همچین کاری باهات بکنه سارا. وای تاتا خدا رو شکر من حداقل تو رو تو این وضعیت در کنارم دارم، وگرنه با این کاراش دیوونه میشدم. وای بچه ها خوب شد دیدمتون، آخه میدونین من یه نقشه دارم که اسکار رو از مدیریت برکنار کنیم. کلارا تو رو خدا یه کاری کن که این اسکار دیگه از این مهمونی های مزخرف قبایلی تو این ساختمون نگیره. حالا نقشه چیه؟ خیلی ساده است، ما باید تو ساختمون عمدن خرابکاری کنیم. واسه چی منو اینجوری نگاه میکنین؟ مگه این قرارداد با تلویزیون و سوپرمارکتی که پایین رو انداخته کافی نیست؟ دیگه میخواین چیکار کنه؟ باید دوباره رای گیری کنیم. چه مدرکی بهتر از این؟ خب حالا نظرتون در مورد این نقشه چیه؟ خب تو فکر نمی‌کنی اینجوری نظرت یه خورده زشته کلارا؟ ولی سارا این یارو این آدم نکره ساختمون رو به گند کشیده. ما نمیتونیم همینجوری دست رو دست بذاریم و این اجازه رو بهش بدیم. حالا باید چیکار بکنیم؟ من که بهتون گفتم فعلا صبر کنین تا بهتون بگم، من خودم این مشکل رو حل می‌کنم. حالا مگه میشه این رسید رو به راحتی پیدا کرد؟ اونم تو این وضعیت کدوم گوریه؟ آقای کروازیو دنبال چی میگردین؟ چشمم روشن آقا، بالاخره تصمیم گرفتم بیان سر کار. من فکر کردم دیگه بر نمیگردی. خب راستش تو فکرش بودم.
پس اینجوریه، تا اوضاع یه خورده برخلاف میلت باشه به همین راحتی میذاریم میری یا بیخیال همه چی؟ نه آقای کروازیو، اتفاقا چیزی که برخلاف میلمه کار کردن با شماست. چرا؟ واسه اینکه جرأتشو دارم جلوی دخترم پتتو بریزم رو آب؟ آره، چون تنها چیز مهم زندگی تو خوراکه، چون به تنها چیزی که فکر میکنی اینه که شکم ساب مردت روزی سه بار پر بشه. ببینین آقای کروازیو، من فقط حقیقتو دارم بهتون میگم. خب منظورم اینه که من از اولشم بهتون گفتم که من همیشه پاتیکو رو میخواستم و اگه یکم ازش فاصله گرفتم فقط به خاطر اینه که نمیخوام دلم بشکنه، چون با اینکه پاتیگو میخواد شانسشو با من امتحان کنه ولی اون هنوز هنری رو دوست داره و تا وقتی که جدایشون قطعی نشده از نظر من وارد بازی شدن فقط یه ریسکه. در واقع این همون حقیقتیه که من میخواستم بهتون بگم. آلبرتو، یعنی تو میخوای به من بگی که؟ بله، پاتیگو رو دوستش دارم، همیشه هم دوستش داشتم و شما رو هم همینطور آقای کروازی، البته در زمینه کاری میگم. خب چیزی که دارم بهت میگم چیزیه که شنیدم، اینقدر سوال نکن، چیز دیگه ای نشنیدم. آره خوشم باشه، انگار اسکار زرنگتر از اونیه که ما فکر میکردیم، نه فقط داره امتحانت میکنه، شاید از نقشتم خبر داره. ولی مامان اینجور که معلومه انگار باید یه عروسی محقرانه بگیرم، چون تنها کار واسه برطرف کردن شک اسکار همینه. خب مامان جون چاره چیه؟ باید این کارو بکنی، چون در غیر این صورت نه باهات ازدواج میکنه نه هیچ پولی خرجت میکنه تا زمانی که مطمئن نشه که تو به خاطر مال و ثروت نمیخوای زنش بشی. ببین عزیزم، میدونی چیه؟ بهش زنگ بزن و بگو که نمیخواد نگران چیزی باشه و تو هر کاری که اون بخواد و میکنی. ها دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ بازم تو محلی ما، تو دوباره اینجا چیکار میکنی؟ ها بگو دیگه. خانم اجازه بدین بهتون بگم، اول باید سلام و احوال پرسی کنی، شاید بتونیم با هم دوست بشیم، مگه نه؟ من دوست آدمای دورویی که کسایی که دوستشون دارن و فریب میدن نمیشم. خب بگو ببینم واسه چی اومدی اینجا؟ خب تاتیانا به هم گفت که بیام. آره صبح بخیر. صبحم بخیر بود تا قبل از اینکه این آقا تشریف بیارن اینجا. خانم روکا، آخه میدونین آلفونسو خیلی دوست داره که به مشکل ما تو محل کمک کنه. در عوض چی؟ چون من که فکر نمی‌کنم اون مجانی واسه کسی کار کنه. این چه حرفیه میزنین خانم؟ من واقعا می‌خواستم کمکتون کنم. من تمام شب داشتم روی این موضوع کار می‌کردم. خب می‌تونی بگی چه پیشنهادی می‌خواستی بهمون بدی؟ خب راستش من می‌خواستم جلوی همه بگم تو جلسه، البته اگه خانم اجازه بدن بیام خونه‌شون. مثل اینکه چاره‌ای ندارم. اگرچه که فکر نمی‌کنم حرفی که این آقا می‌خوان بزنن هیچ فایده‌ای هم داشته باشه. خب فعلا راه بیافتیم. تاتیانا؟ سلام. اگه اومدی دعوا کنی کلارا، باید تنهایی دعوا کنی، چون من دیرم شده، باید برم سر کار. من نیومدم دعوا کنم، برعکس. ببین آلوارو، من خیلی راجع به اتفاقی که بینمون افتاد فکر کردم و فکر کنم بهترین کار اینه که تو برگردی خونه. بهترین کار؟ بهترین کار واسه کی؟ واسه تو؟ چون من واقعا خستم کلارا، دیگه بریدم. چی؟ یعنی چی؟ بیا حالا به تو برخورده، ولی این تو بودی که به من خیانت کردی. نه، من اول به خودم خیانت کردم. میدونی که درست وقتی که با تو ازدواج کردم. معلوم هست راجع به چی داری حرف میزنی؟ میدونی من خستم. خستم از چیزی که هستم، از گوش نکردن به آهنگایی که دوست دارم، از نخوردن غذایی که دوست دارم و دوری از چیزایی که باهاشون بزرگ شدم. خستم از وانمود کردن به چیزی که نیستم. خیلی خوب، یعنی میخوای همون آسمون جولی بشی که اولین بار دیدمت، بی پول با اتوبوس اینور اونور بری بی کلاس؟ آخه تو چی میخوای؟ ببین به هم بگو آسمون جول یا هر چیز دیگه‌ای که میخوای، ولی بالاخره تو با من ازدواج کردی یا نه؟ من باهات ازدواج کردم واسه اینکه منتظر بچت بودم. همون بچه‌ای که از خونه انداختیش بیرون، درسته؟ انداختیش بیرون چون مثل تو نبود. ببین کلارا، یا باید ما رو همینطوری که هستیم بپذیری، یا اینکه خانواده بی خانواده. واقعا میگم دیگه تموم میشه، همه چی از بین میره. در ضمن من از آهنگ زیارتم خوشم میاد، دیگه چی؟ راستش آلفونسو تونسته بفهمه که آدمای خیلی مهمی پشت این پروژه هستن. چه بد. بله، و خیلی مصرن که این پروژه حتما انجام بشه. آلفونسو یه پیشنهادی داره که البته منم هنوز ازش خبر ندارم و الان میخواد به هممون بگه. آلفونسو. ممنون تاتیانا. خب
باید بگم من مورد شما رو با دقت تمام بررسی کردم و بالاخره تونستم به این نتیجه برسم که از نظر من مناسب ترین کار برای شما فروشه. چی؟ مگه دیوونه شدی؟ چی داریم ببینید؟ مذاکره با شرکت های ساختمونی بهترین کار ممکنه. تاتیانا، آره خب میدونین مخالفت کردن با یه شرکت بیفایده است. پانچو یه لحظه میخوام تنهایی صحبت کنیم. بله حتما. چه انتظاری جز این میشد از این آدم بی خاصیت به درد نخور داشت؟ ولی روکا اگه درست بگه اون وقت چی؟ منم فکر میکنم اون راست میگه. شاید یادتون رفته که ما اینجا این واسه اینکه پارک بازی بچه ها رو نجات بدیم. آروم آروم. آره خب شما درست چاره دیگه ای نداریم. درست نمیگم خانم بلانکا؟ ساکت باشین بذاریم بشنویم. خب عزیزم، تنها چیزی که واسه من مهمه اینه که دوستت داشته باشم، همیشه در کنارت باشم، در سلامتی و بیماری تا مرگ ما رو از هم جدا کنه. خب نظرت راجب این حرفا چیه هان؟ آره من اصلا جشن و عروسی آنچنانی نمیخوام، لباس و ماریاچی و انگشترم نمیخوام، اصلا همه اون چیزایی که قبلا گفتم و نمیخوام، هیچی. داری جدی میگی جسی؟ خب معلومه حرفمو باور نمیکنی. تو مهمترین چیز برای من، عشق من. خب من فکر کردم ما میتونیم جشن عروسیمون رو یه مهمونی خیلی ساده بگیریم، یه چیز کوچولو بدون بریز بپاشه. نفهمیدم چی شد؟ مامان چی گفت؟ چطور؟ نه عزیزم خیالت راحت، راستش من قبلا با مامانم حرف زدم، اونم کاملا درک میکنه که ما میخواییم فقط یه جشن ساده بگیریم و تازه از نظر اونم مهمترین چیز فقط تعهد ما در پیشگاه خداونده. پس ببینیم خدا چی میخواد، حالا بعدن معلوم میشه. خدافظ. خب کجا قرار بود ببرمتون؟ همون جایی که گفتم. آهان، مؤسسه فرانکلین روزولت. ولی من خیلی روشن بهت گفتم اونا میخوان هر طور شده زمین بازی بچه ها رو نگه دارن. کی بهتون گفته که اون مرکز خرید محل بازی واسه بچه ها نداره؟ ما داریم درباره حفظ پارک بازی بچه ها حرف میزنیم، اگه میدونستم اینجوری فکر میکنی اصلا دعوتت نمیکردم. ببخشید خانم تاتیانا، ولی ما مایلیم به حرفای ایشون گوش کنیم تا ببینیم چی میگن. آره هممون میخوایم بشنویم. من که گفتم پانچو. معلومه من میدونستم که شما مایل هستین که یه پولی دستتون بیاد که حداقل به درد اهالی محل بخوره. درست نمیگم؟ بله بله دقیقاً درست درست. نه من که اینجوری فکر نمیکنم. آره منم همینطور. منم همینطور. ظاهرا این آقا به جای اینکه یه راه حلی به ما نشون بده فقط داره کارمون رو سخت‌تر میکنه. در ضمن اینجا خونه منه، این جلسه هم گذاشته شده بود واسه نجات پارک بچه‌ها. دیگه نمیخوام هیچ کدوم سود ببینم. نه 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 بیرون این درست نیست. فقط به خاطر اینکه به فکر سود همه هستیم. کدوم سود؟ اینجا همه این بی آبروها فقط به فکر پولن. همه گی بیرون. از اینجا بریم بیرون. همه اهل بریم از اینجا بیرون. راستش مامان من هنوز با تاتیانا راجع به لیست خرید حرف نزدم، واسه این که ما همه چیز داریم، تازه دو برابرش هم داریم. نه خب نقره انگلیسی فکر کنم خوب باشه. منظورت اون میز 12 نفر است دیگه نه؟ آره آره میدونم مامان، مراسمی که گفتی خیلی خوبه. مامان بعدن با هم حرف میزنیم. ببینم تو چته؟ تو داری میپرسی من چمه رودولفو؟ خب وقتی که تو قراره یه جشن مفصل با کلاس بگیری و کلی کادوهای گرون قیمت، اون وقت من بیچاره باید یه جشن فقیرانه بگیرم. خیلی دردناک نیست؟ نگو که راننده تاکسی همچنان داره خسیس بازی در میاره. تو واسه خودت یه میلیونر درجه 5 پیدا کردی، بدترین مدلشو. اگه میخوای دوباره شروع کنی به دست انداختن من، همون بهتره. من خب جسیکا صبر کن، حالا سخت نگیر. خودت هم میدونی که من اصلا دلم نمیخواد تو رو ناراحت ببینم. مواظب باش حواستو جمع کن لو نریم، چون من الان دیگه نامزد دارم رودولفو. جدی؟ انگار داری این عروسی رو خیلی جدی میگیری، نکنه عاشقش شدی. گیریم هم که اینجوری باشه، مگه واسه تو مهمه؟ من فکر کردم تو فقط دنبال پولی، ولی نه اگرم غیر از این باشه برام مهم نیست، چون تاتیانا واسه من مناسب و عالیه. من میخوام یه سوالی ازت بپرسم، تو چه حسی نسبت به تاتیانا داری؟ چون تازگی ها معلومه که خیلی واسه اش شوق و ذوق داری. از صدات معلومه که داری یه جورایی حسودی میکنی. نه تو میدونی که ما هنوز میتونیم مثل قبل با هم باشیم جسیکا. اون وقت کی به تو گفته که من میخوام هنوز با تو باشم؟ نه تا سیگوره که نه کیرش؟ نه رودولفو mucho cuidado, ¿verdad? Porque pues los dos estamos comprometidos y nos podríamos meter en problemas.
Eso me excita más. ¿Sí? ببین دخترم، خیلی چیزا تو زندگی هست که باید بدونی. پول تو زندگی همه چیز نیست. خانم تاتیانا و روکا درست میگن. ما فقط باید به فکر پارک باشیم. نظر تو چیه؟ راجبه چی؟ پدر ببخشید. آخه اصلا حواسم به حرفایی که شما میگفتین نبود. فکرم جای دیگه است. خب میتونم حدس بزنم کجا؟ شما نمیتونین حدس بزنین. چون من خودمم نمیدونم چرا فکرم به هم ریخته. فکر کردم آلبرتو هم خونه خانم روکاست، ولی نبود. واسه چی داره از من خودشو قایم میکنه؟ پدر خیلی از دستش عصبانیم. اون تو جلسه نیومده، فقط واسه این که منو نبینه. نه دخترم، شاید تو دفتر سر شلوغ بوده. شلوغ چی؟ نمیخواد ازش طرفداری کنین. مگه شما خودتون به من نگفتین که اون فقط به فکر قضاست، نه به فکر من؟ میدونین چی واقعا عصبانی میکنه؟ که اون حتی حاضر نیست جلوی من آفتابی بشه. یعنی اون انقدر پس فطرت شده؟ خیلی خوب عزیزم، بذار واسه یه شربت آب لیمو درست کنم. خیلی ممنون از حرفایی که زدی. فکر کنم همینجوری ولش کنیم سنگین تر باشه. تاتیانا، تو رو خدا اینجوری حرف نزن. من فقط همون کاری که تو ازم خواستی و انجام دادم که بیام و به مردم محل نظرمو بگم. آره، ولی چقدر راحت نظرت عوض میشه. سر نهار تو به من گفتی هر کاری بتونی میکنی که این پارکو نجات بدی. اما من فکر میکنم که اگه اونا مذاکره کنن حداقل به یه چیزی میرسن. معلومه، چون تو راجبه پول حرف میزنی، ولی حرف من بچه‌ها بودن. پس ما داریم راجبه دو تا چیز کاملا متفاوت با هم حرف میزنیم. تاتیانا، خواهشاً برداشتت از حرفای من اشتباه نباشه. پانچو، من برداشت اشتباهی نمی کنم، ولی میدونی چیه؟ اصلاً به کمک به احتیاجی ندارم. ببینم باز دیگه چی شده هان؟ هیچی پدر، از دست بریزه به پاش این بچه ها خسته شدم. هیچ کس تو این خونه یه خورده ملاحظه نداره و کسی به فکر من و این زندگی لعنتیم نیست. پاتیکا دخترم، خواهش میکنم انقدر خودتو درگیر این چیزای الکی نکن. یه خورده به اعصابت مسلط باش. با این کارات خدا رو به قهر میاری. اصلا میدونی چیه؟ من با خدا قهرم پدر. انقدر کفر نگو. ولی حقیقتو میگم. چی کار کنم؟ راست میگم، هنری که اونجوری گذاشت رفت، بعد آلبرتو، و من یه خورده امیدوار شدم و فکر کردم یه نور امیدی هنوز هست. بعد یهو دوباره همه چی یه جور دیگه شد. آخه پدر، مگه من چی کار کردم که این بلاها باید سرم بیاد؟ بگو دیگه، آخه من چه گناهی کردم؟ شانس به دست آوردن یه عشق جدید وقتی به دست میاد که عشق قبلی رفته باشه. کدوم عشق پدر؟ کدوم عشق؟ عشق آلبرتو؟ ولی شما که میدونین اون فقط داره ازم سوء استفاده میکنه که بتونه غذای مجانی بخوره. نه اینجوری هم که تو فکر میکنی چرا نیست. همین جوریه. خب شاید آلبرتو اینو بهت نگفته. آخه میدونی آلبرتو واقعا از تو خوشش میاد دخترم. آره اون فقط میترسه که بهت دل ببنده. اون از این میترسه تو بیخودی دوباره برگردی با فلاکو و اونو ولش کنی. پدر، آلبرتو خودش این حرفا رو بهت زد؟ واقعا؟ راست میگی پدر؟ وای پدر. تاتا، کاراگاهه. الو، بگو ببینم خبر تازه‌ای داری؟ با همون زنه؟ کی؟ آخه اون کیه؟ باشه، پس تا تو بیای من پایین منتظرتم. آره، دوستم هم اینجا با منه. ممنونم. کاراگاهه میخواد همین الان بیاد و عکسای پانچو رو با معشوقش بیاره. پس بنابراین دیگه پانچو نمیتونه زیرش بزنه. مطمئن باش خیلی واسش گرون تموم میشه. میبینی تاتا؟ پانچو داشته به من خیانت میکرده و فقط خدا میدونه از کی. آره، کی میدونه از کی شروع شده. عوضی سلام. پاتیکو بابات اینجا نیومده. راستش خودم اینو میدونم، اومدم با تو حرف بزنم. با من؟ آره با تو. واسه چی به من نگفتی ها؟
خب چی رو بهت نگفتم؟ وای آلبرتو، آلبرتو میدونستم عزیزم. ولی پاتیکو میتونم بپرسم این کارا، این بغل کردن واسه چیه؟ بابام بهم حقیقتو گفت، اینکه تو واقعا میخوای با من باشی ولی میترسی که من دلتو بشکنم و ولت کنم، ولی عزیزم من هیچ وقت این کارو نمیکنم. خب آره پاتیکو درسته، من همیشه دوستت داشتم، ولی تو گیرودار جدایی از هنری بودی، با خودم گفتم باید از راه درستش وارد شد. خب البته اگه تو بخوای بهم این شانسو بدی. عزیزم میخوام، البته نمیتونم قول بدم که رابطه ما حتما به نتیجه میرسه، یا اینکه من هنریو به همین راحتی فراموش میکنم، ولی مطمئنم بودن با تو همه چیو راحت تر میکنه. خیلی خوب باشه، پس بذار آروم آروم پیش بریم، با یه خورده صبر که اینجوری کسی بعدن لطمه نخوره. منظورم اینه که به خصوص بچه ها. اینطوری خوبه؟ آره خوبه. من خیلی ناراحتت کردم آلبرتو. ببخشید. عیبی نداره. آخه یعنی چی؟ پانچو با یکی دیگه رابطه داره؟ بله یه زن دیگه. این هم عکس واسه تایید این قضیه. تاتیانا؟ ولی نه، امکان نداره تاتیانا باشه. چرا؟ فکر نمی کنم هیچ شکی باقی باشه. معلومه، خیلی راحت تر و بهتره که آدم یه معشوق تو ساختمونی که زندگی میکنه داشته باشه. سلام، شما با من کاری داشتین؟ ما اومدیم تو حقیقت ها از زبون خودت بشنویم تاتیانا. راجبی چی حرف میزنی؟ خودتو نزن به اون را. تو اونجایی که مشخصه تو دوست داری با هر مردی رابطه داشته باشی. ببخشید تاتا، ولی با من اینجوری صحبت نکن. تاتا اجازه بده، چون این وسط من قربانی دست به این اصطلاح دوستمم. سارا راجبی چی داری حرف میزنی؟ من متوجه نمیشم. سارا راجبی چی داری حرف میزنی؟ تو نمیفهمی ما داریم چی میگیم؟ نه حالا ببین منظورم چیه. این تو بودی تاتیانا، همون زنی که پانچو داشت باهاش به من خیانت میکرد. من میتونم جریان این عکس‌ها رو واسه توضیح بدم. نه اصلا، نه من میخوام چیزی رو به من توضیح بدی و نه هیچ کدوم از دروغاتو تحویلم بدی. تو یه آدم دورویی تاتیانا، تو دوست خیلی بدی هستی، خیلی بد. میدونی چیه؟ تو اصلا مشکل داری، چون نتونستی با رودولف و راننده تاکسی خوشحال باشی، حالا اون وقت اومدی سراغ یکی دیگه، اونم سراغ پانچو. ها ببخشید این چه افتضاحیه، اینجا چه خبره؟ شاید نمیدونید که همسایه شما معشوقه شوهر منه. یعنی چی؟ خب اینو بهش میگن یه بازی خیلی خوب، واسه این که من امروز تونستم کلی پول ببرم. ولی من فکر میکنم تو رو دستی به همون زدی، حالا ما باید انتقام بگیریم. ببین من داشتم خوب پیش میرفتم ولی در عرض یه دقیقه تو بازی رو دست گرفتی. معلومه کلارا، همیشه همه چی باید مال تو باشه، ولی این بار خیلی متاسفم. نه عزیزم الان دیگه وقتش نیست، ما دیگه باید بریم. مگه نه سعی کن در کنی لطفاً، چون من شوهرمو با بچه‌ها تو خونه تنها گذاشتم. خب حالا اتفاقی نمیفته که. معلومه که واسه تو مهم نیست، چون شوهرت الان منتظرت نیست. راستی ببینم شوهرت کی برمیگرده؟ تو گفتی که اون مسافرت. نه آره بهت نگفته بودم که اون رفته مسافرته؟ آخه میدونی واسه یه سفر کاری از طریق آژانس املاک رفته، واسه همینم هم میتونیم راحت اینجا بازی کنیم. میگم چطور فردا هم بازی کنیم، نظرت چیه؟ میگم معلومه دلت خیلی واسش تنگ شده ها، چون این روزا میبینم فقط بازی میکنی و بازی میکنی و بازی و میبازی. تو خیلی بانمکی. آره واقعا بانمکم. نمیفهمم آخه چرا فکر میکنین طرف تاتیانا. خب شما نمیفهمی چرا؟ بیا ببین، به خاطر اینا آقا عکس که دیگه نمیتونه دروغ سارا بگه. سارا اون عکس ها مطمئنن با سوی نیت گرفته شدن. اسکار مامانت شاهده که من و پانچو تو محله اونا بودیم و داشتیم یه راهی واسه مشکل محلتون پیدا میکردیم. نه آروم باشین، خیالتون راحت، من حرفتونو باور میکنم. به خاطر اینکه از قدیم گفتن چوبو که ورداری گربه دوزه خودش در میره. یعنی چی؟ خب ضرب المثل دیگه. خیلی خوب باشه، ببین سارا ما الان چند وقت با هم همسایه هستیم، چند وقت با هم دوستیم. یعنی تو واقعا فکر میکنی من با شوهرت رابطه داشتم؟ خواهش میکنم. خب معلومه که آره سارا، لطفا حرفشو باور نکن، خر نشو، حرف تاتیانا رو باور نکن. اگه جلسه ای در کار بود حتما پانچو خودش اینو بهت میگفت، پس حتما یه کاسه زیر میز. آره درسته. خیلی خوب خانوما، منظورم اینه که
لطفاً احترام ایشونو داشته باشین. تا جایی که من میشناسم خانوم خیلی خوبین. عزیزم من اومدم. آقای کروازیو بیاین بازی رو تماشا کنین، از اون بازیای عالیه. تو دوباره داری اینجا غذای مجانی میخوری؟ وای پدر خدا رو شکر که رسیدی، نهار داره دیر میشه. پدر اونیو که بهت گفتم و واسم آوردی؟ آره اینم اونی که خواسته بودی. پاتیکو من بهتره برم باید. نه آلبرتو نگو که میخوای بری و واسه این غذایی که من درست کردم نمونی. باور کن خیلی خوشمزه است. اینقدر خجالت نکش، بمون دیگه. پدر آلبرتو میتونه واسه نهار اینجا بمونه مگه نه؟ خب فقط به این شرط اجازه میدم که دیگه روی صندلی من نشینه. برو اونور. یادم رفت بهت بگم که اینجا صندلی پدرمه. باید یه خورده صبر کنین چون نهار حاضر نیست و یکم طول میکشه، ولی یه چیز خوشمزه براتون درست میکنم که وقتی دارین بازی رو میبینین بخورین. بده من اونا، تو این خونه همیشه کنترل دست منه، فهمیدین؟ آره حتما یه چیزی بین تو و پانچو هست، تو نمیتونی به راحتی منو خر کنی. مطمئن باش ما زندگی تو به خاک سیاه میشونیم، شنیدی؟ ببین چی میگم، من واسه آدمای خوب آدم خوبیم، ولی واسه بدا تا آخر عمر واسه خودت دشمن جور کردی. تاتیانا اگه این عکس ها واقعا درست باشن پس خدا به دادت برسه. چی گفتی؟ سارا تو فقط داری وقتتو تلف میکنی. یه خواهش دیگه هم داشتم، دیگه حق نداری بیای در خونه منو با من اینطوری رفتار کنی. اگه نمیخوای حقیقتو قبول کنی اون دیگه مشکل خودته. موافقم. راستش آدم باید با حرفای دوستانه و صمیمی مشکلشو حل کنه، نه با عصبانیت، چون با عصبانیت نه چیزی درست میشه نه مشکلی حل میشه. خب امیدوارم که حقیقت اینجوری باشه تاتیانا، امیدوارم، چون اگه اینجوری نباشه هیچ وقت نمیبخشمت. بیا بریم عزیزم، ولی فعلا باید اونو از پانچو دور نگهش داری، شنیدی؟ واقعا چقدر با ادب و با کلاسن. نه خیلی خجالت کشیدم اسکار، من هیچ وقت توی همچین شرایطی قرار نگرفته بودم. ببین من مطمئنم که اون عکسا یه جوری از این بابت خیالتون راحت، من شما رو میشناسم. راستش من باور میکنم، ولی اونا تازه اگه هزار تا عکس دیگه با بهترین مونتاژم از شما به من نشون بدن، من بازم حرف شما رو باور میکنم. با یه نگاه از چشاتون میفهمم. ممنون. خب به هر حال ازت ممنونم اسکار. پس بعدن هم دیگر میدونم. سعی کنین اصلا بهش فکر نکنین، منم برم سر کار ببینم میتونم یه لقمه نون در بیارم یا نه. برو برو که دیرت نشه و خیلی ها منتظرتن. باشه. ممنون. خب ناراحت نباش. خدافظ اسکار. خیلی تابلوه، یعنی تو فکر میکنی که اون حرفات راحت تایید میکنه؟ همه چی مثل روز روشنه، تاتیانا و پانچو با هم انسارا. کی فکرشو میکرد؟ با اون قیافه معصوم و حق به جانبش فانمود میکنه که همسایه خوبیه، دوست خوبیه، اون وقت با کمال پررویی از پشت با آدم خنجر میزنه و میگه من کاری نکردم. آره واقعا میبینی تو این زمونه آدم به چشم خودش هم نمیتونه اعتماد کنه. نمیدونی کاری که تاتیانا داره میکنه چقدر منو عذاب میده، ولی به جاش تلافیش سر پانچو در میارم. منم همینطور. نه تاتا من بابت این همه زحمتی که واسم کشیدی ازت ممنونم، ولی این قسمتش دیگه کار خودمه. باشه؟ باشه حتما. من فقط دلم میخواست وقتی پتهاشو میریختی رو آبا اون عکسو رو بهش نشون میدادی قیافه بدبختشو میدیدم. دروغگوی بدبخت عوضی، چطور دلش اومد این کار بکنه؟ میبینی تاتا، میبینی مردا چه جوریان؟ اگه خواستی ازدواج کنی یه خوبیشو انتخاب کن، یه کسی که همچین کاریو که پانچو با من کرد باهات نکنه. تاتا واقعا ازت ممنونم، چون بدون تو نمیتونستم پرده از این گندکاریاشون بردارم. دوستایی مثل تو کمن عزیزم. Thank you.
وای خدا خانم کلارا، منو ترسوندین. آخه آقای آلوارو تنها کسی هستن که میان اینجا. دنبال چیزی میگردین؟ نه نه، آره راستش دنبال یه سری کاغذ میگشتم ولی پیداشون نکردم. یولاندا اینجا رو تمیز و مرتب و منظمش کن که وقتی آلوارو برمیگرده نفهمه چیزی دست خورده. ببخشید. بفرمایین. زن بیچاره. خب حالا میشینم و بازیمو نگاه میکنم. آلفونسو ماریا کلاس. سارا اگه میخوای بحث و جدل را بندازی الان وقتش نیست، چون من میخوام مسابقه رو ببینم. آره؟ اصلا هم برام مهم نیست که میخوای مسابقه ببینی، چون من فهمیدم معشوقت کیه. آره میدونم. امروز به نظرت عالی نبود؟ وای رودولفو چقدر دلم واسه بودن با تو تنگ شده بود. آره منم میخواستم یه خورده خودم رو سبک کنم. یعنی چی؟ پس یعنی میخوای اینو بگی که واسه تو فرقی نمیکنه که با من باشی یا با یکی دیگه؟ جسیکا این چه حرفیه که تو داری میزنی؟ خیلی مسخره است. اونم الان که ما داریم با دو تا آدم دیگه ازدواج میکنیم. خیلی خوب، من دارم میرم. وقتی رفتی بیرون درو ببند. یه دقیقه صبر کن ببینم به این زودی کجا داری میری. فکر کردی بعد از اتفاقی که الان افتاد میتونی منو همینجا مثل یه تیک آشغال ول کنی بری؟ من باید برم. نه دیگه، منم برسون خونه. نه نه. آره من دارم میرم ویدیو کلوب، میخوام یه فیلم اجاره کنم. تاتیانا منتظرمه. خب اون وقت من چی؟ خب زنگ بزن به راننده تاکسی میلیونرت، بذار حداقل یه خورده واسط بنزین مصرف کنه. رودولفو. سلام عزیزم. من خوبم، تو چی؟ حقیقت داره که میخوای بیای دنبال من؟ کجا؟ واقعا که تازه حالا فهمیدم که چه تئاتر خوبی واسه من بازی کردی پانچو. اون وانمود میکنه که چه همسایه خوبیه، چه دوست عالیه. اون وقت پانچو تو تا کی میخواستی منو خر کنی؟ کور خوندی. آره من الان خیلی راحت میتونم بفهمم که تو داری دست از پا خطا میکنی، ولی این کاری که تو کردی اصلا از خیانتم اونورتره. خب ببین سارا عزیز من، درسته چون چیزی که بهت گفتن دروغ بوده. بله؟ یه دروغ مشخص فکر کن بفهمی، واسه این که تنها کاری که مردو بلدن همینه. ولی من مدرک دارم. مدرک؟ آره این قیافه وحشت زدت خودش داره به هم میگه که چیزی که تو این عکسا دیدم کاملا حقیقت داره. آره اکسا؟ این عکسای مزخرف معشوقه. کدوم معشوقه؟ آره معلومه تو هم مثل اون دختره داری انکار میکنی، البته چون راننده تاکسی اونجا بود. بعدش هم که قراره با رودولفو ازدواج کنه. نه انگار تاتیانا از همه بدتر تو زرد از آب در اومد. ولی آخه تاتیانا؟ تاتیانا خدای من، ولی مطمئنن اشتباه شده. یالا دیگه، یالا زود باش، ولش کن، بزن پاتو بیار جلو، نذار بگیرنش، نذار دیگه. ای بابا آخریش بود. این دیگه کیه؟ این خیلی کنده. اه 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 آقای کروازیو با این وسایل کنم نیمه دوم بتونیم مساوی کنیم، مگه نه؟ یا به جای دیگه میخواین؟ چرا که نه البته، قبل از اینکه تو همشون رو تموم کنی. وای به نظر عالی میاد، حرف نداشت. این که تازه اولشه. میگم دختر جون، به این آقای مفخور بگو تمام آبجایی که خورده رو باید دونه دونه پس بده ها. خیلی خب پدر، این حرفو نزن، میدونی که آلبرتو الان پول خب نداره. یعنی علاوه بر اینکه دارم غذای مجانی بهش میدم، پول نوشیدنیش هم من باید بدم هان؟ خیلی عجیبه، تو خودت مگه همیشه به من نمیگفتی که آدم باید هر چی که داره با آدمایی که دوستشون داره قسمت کنه؟ و آلبرتو هم که کارمند شماست و دوست منه. پدر انقدر بدخلقی نکن دیگه، بجاش بیا از این میوه‌هایی که دوست داری بخور، این دفعه خیلی رسیده است. خب معلومه که رسیده و خوشمزه است، چون تو که از صبح تا شب واسه درآوردن هر قرون این پولا زحمت نمیکشی. من خیلی خوب میدونم پدر، واقعا بابت همه کارهایی که واسه من میکنی ازت ممنونم، ولی نگران نباش چون میخوام تو هزینه ها بهت کمک کنم. میخوای بری سر کار؟ خب من داشتم به این فکر میکردم، حالا که بچه ها یکم از آب و گل در اومدن، هنری جونز هم که نیست، پس من وقت دارم که برم سر کار.
خب پس حالا صبر کنیم ببینیم که یه همچین اتفاقی تو تاریخ میفته یا نه. این چه حرفیه، حالا میبینیم. بفرمایید. بیا پدر دیگه بگیر، غذای کم طول میکشه. ببینم میخوام بده بازیه. نه 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 نه، اینو ببین، اصلا اونجوری که به نظر میاد نیست، تو داری اشتباه میکنی. منظورم اینه که من و تاتیانا فقط داریم با هم کار میکنیم. فقط همینو بس. پس بگو حالا اسمش عوض شده به کار. وای چقدر ناز. لابد فردا میگی تاتی بیا بریم سر کار. چرا نمیفهمی؟ قربونت برم، دارم جدی میگم. ببین ما داریم با تاتیانا یه پارک نجات میدیم، پارک بازی بچه‌ها رو که دارن خراب میکنن. میدونی بیشتر از همه من از چی ناراحتم؟ از اینکه تو منو خر تصور میکنی. تو واقعا فکر کردی من این داستان احمقانه رو باور میکنم؟ بچه ها، تو اصلا نمیدونی نو دوستی رو چجوری مینویسن. اون وقت داری به یه سری بچه کمک میکنی. به خدا دارم راست میگم. تازه اون دوست پسر داره، رودولفو، تو که خودت میشناسیش. یعنی بازم جای شکی میمونه؟ آره میمونه؟ معلومه، چون اون با اسکارم یه تیکایی میزنه. با اینکه قراره با رودولفو ازدواج کنه، پس همون کارم با تو میتونه بکنه. نه خیرم، هیچ چیزی بین من و اون نیست. جدی؟ آره. خب فعلا از خونه من برو بیرون الان، همین الان. واسه چی باید برم وقتی اینجا خونمه؟ تو نمیتونی منو از خونه خودم بندازی بیرون. نمیتونم؟ نه من نمیتونم بیرونت کنم. حالا ببین، خوب نگاه کن، ببین چجوری میتونم پرتت کنم بیرون. ببین چجوری میذارمت بیرون. ببین سارا، اون کت خیلی گرون قیمته، داری چی کار میکنی؟ حالا نشونت میدم، ببین چی کار میکنم. خیلی خوب باشه، اصلا میدونی چیه؟ من میرم تا وقتی که بفهمی چه حماقتی مرتکب شدی. حالا میبینی.